کاری که کرده با من یک انسان برای من ارزشمنده که اون ایده و نظری که داشته رو اعتقادی که داشته رفت دنبالش. اون کسایی که در واقع برای جامعهشون دلشون میسوزه، برای مملکتشون دلشون میسوزه، راهی که انتخاب میکنن راه پر ریسک و خطری هست، همیشه بهاشو میدن. من نوید منوچهربادی هستم، 38 سالمه، متولد تهران هستم. خانواده 4 نفری داریم، داشتیم بهتر بگم. من بچه اول هستم، خواهرم با فاصله 2 سال و چند ماه از من به دنیا اومد. در واقع اون چیزی که مادر منم تعریف کرده اینه که زمانی که منو برده بود بیرون برای خرید رفته بودن، متوجه میشه که یک نفر داره تعقیبش میکنه و یه مدت بود که در واقع میدونست که این اتفاق افتاده، ولی پدر من باور نمیکرد که در واقع اینها تحت تعقیب هستن. تو ذهنش اینجوری میگه که چون لحظه خواهر کوچیک من که تازه به دنیا اومده، چند روزش بوده خونه تنها بوده با پدر من، تو این ذهنیت بوده که خب باید برگرده و برها سریع بیان بیرون. و متاسفانه وقتی میرسه میبینه که از پایین تا بالا طبقه دوم که در واقع خونه ما بوده، سربازا همینجوری تو راپلا هستن و متوجه میشه که به هر حال اسقر رو که پدرم هست رو دستگیر کردن و مادر منم همون زمان میگیرن. مادر منی که گرفتن، خواهر من به خاطر در واقع سن خیلی کمش که چند نوزاد بود، در واقع با مادرم رفت اوین و خواهر من تا 1 سال و خورده ای تو اوین بود همراه با مادرم. مادر من حکمش اگه اشتباه نکنم 2.5 سال بود و 2.5 سالش سپری کرد اومد بیرون. پدر من حکمش در واقع 2 سال بود و باید سال 64 آزاد میشد، ولی متاسفانه دائما حکمش رو تمدید کردن و آخرم کردن. با وجود اینکه نه پدرم رو دیدم به اون صورت که در کنار من زندگی بکنه، نه اینکه افکارش رو تونسته خیلی با من تقسیم بکنه، ولی به هر صورت شما همین که از یک در واقع یک مهری پشت میخوره، مثل این فیلم ها هستن نشون میده، مثلا یارو مهر میخوره میره توی آزمایشگاهی، ما مهر خودمون، ما در واقع یه استاندارد، یه مهری رو میخورد که آقا جون این بچه اینجوریه. هیچ وقت این آرامش زندگی معمولی رو من نداشتم. اون استواری که پدر من توی ماجرا داشته، شاید به صورت مستقیم نه، ولی به صورت غیر مستقیم این تاثیر رو من داشته که من توی خودم متوجه میشم که گاهن سعی میکنم که متفاوت از آدم‌های دیگه یک حالت بیگدار به آب زدن در بیان حقیقت‌ها رو داشته باشم. من هنوز اعتقاد دارم که آدم‌ها باید دنبال حقشون برن، ولی اگر یک جامعه، یک جایی، یک جمعی تصمیم میگیره که به حقش نرسه به هر علتی، من میذارم در همون جهل مرکب بمونه. ترجیح میدم که خودم از اون فضا بکشم بیرون، چیزی که فکر میکنم نسل من و نسلی که الان حالا داره توی جامعه ما بزرگ میشه همین تصمیم گرفته. اینجا 2 سالمه، تو پارک با پدرم و جفتم داره میخندیم. آره، دیدن این عکس ها خوشحالم میکنه. خیلی حس خاصیه دیگه، تو تنها چیزایی که داری دیگه. میگم دوباره بعضی چیزا هست که سخته توی جملات گفتنش، سخته توی بیانش بکنی، عمق احساسه، عمق احساس رو نمیتونی با کلمات بیان بکنی. من هر چیزی رو که با جون انسان سرکار داشته باشه، جونت رو به خطر بندازه، من موافقش نیستم. هر چیزی، اگه شده حتی کرامت انسانیت هم زیر پا گذاشته بشه، من اعتقاد دارم بذار بشه، چون جای دیگه ممکنه بتونی کارهای بسیار بزرگتر انجام بدی. اثر حضور انسانها، حضور انسانهای مؤثر تو جامعه خیلی زیاده، خیلی زیاده. شما وقتی ریشه یک درخت رو قطع کنی، اون درخت خوش میشه.
هر کاری هم بکنی، آب بده، نمیدونم دون بده، هر کاری برای نگهداری اون درخت بکنی جواب نمیده. اگر ریشه هستی باید خودت حفظ بکنی، باید مراقبت بکنی از خودت، چون تو هستی که باعث میشه که اون درخت رشد بکنه، تو هستی که باعث میشه اون میوه بده، اون شکوفه بده. هیچ وقت از تصمیمی که گرفته من باش کنار نیومدم. پدر من شاید مثلا یک کلیه من بود یا یک بخشی از وجود من بود که بدون اون میشه زندگی کرد، ولی دیگه زندگی زندگی عادی نیست. همیشه بخوام خودم مثال بزنم، مثلا یک صخره رو نگاه بکنی، یه درختی میبینی حالا تو اون صخره رشد کرده اومده بالا، اون درخت هیچ وقت تنومند و درخت قطور و فلانی نمیشه، ولی اون درخت تونسته وسط اون سنگا بیاد بیرون. من یه همچین درختی هم تونستم از اون سنگا و اون در واقع مشکلات بیام بیرون، ولی اون چیزی که شاید نرمال و طبیعی داستان بوده اتفاق نیفتاده. ولی یه حسنی که شاید این مسئله برای من داشته که من مستقل بار اومدم، قویم کرده، ولی به چه قیمتی؟ یعنی ترجیح میدم پدرم یه آدم خیلی معمولی میبود ولی زندگی میکرد کنارمون. اینو واقعا همیشه اعتقاد دارم بهش. در مورد پدرم هم همیشه این حس برای من وجود داشته که گاهن مثلا به من کمک کرده برای مدیتیشن یا قوی تر شدن نیروهای درونی. شما میتونی به یه سنگ باور داشته باشی و اون سنگ بهت کمک کنه، اون باور به اون سنگه در واقع مهمه، نه اون سنگ. اون سنگه هیچ انرژی خاصی نداره، ولی این تو هستی که در واقع به اون اهمیت میدی، به اون در واقع قدیسیت میدی. کعبه در واقع یک مکعب سنگیه، اون چیزی که بهش اون اهمیت رو میده در واقع اون جمعیت زیادی هستن که میرن دورش طواف میکنن. اون زمان برام مهم بود که بدونم دفن شدن کجا، دفن شدن در قبرشون کجاست. الان برای من دیگه سمبولیکه داستان. الان برای من خاوران فقط مرد و پدر من نیست، اونجا در واقع پکیج خیلی جالبی هست. شما اونجا بهایی میبینی، مسیحی میبینی، یک پکیج خیلی جالبه، از اقلیت ها رو جمع کردن اونجا و همه ریختن با هم. این زیبایی اونجا رو به نظر نشون میده که در نهایت وقتی میمیری همه استخونیم، همه. مهم نیست که به چی اعتقاد داری، همه استخونید. ما نباید به این فکر بکنیم که قراری معجزه بشه، منتظر یک در واقع سواری باشیم بر اسب سفید که بیاد ما رو نجات بده. این اسطوره سازی رو باید یک بار در این تاریخ مملکت بشکنیم. ما همیشه در واقع محدود این اسطوره سازی ها بودیم. ما باید یاد بگیریم که نه، ما همه اون سربازهایی هستیم رو اون صفحه شطرنج که میتونیم شاه بشیم. فقط باید اون صفحه آخر برسیم. با اون آخر رسیدن مهمه. وقتی اون آخر رسیدی تو میتونی بشی وزیر. بعد یاد بگیری که تو آدم بی اهمیتی نیستی. اگر به اون بلوغ خودت برسی میتونی اون وزیره بشی. این آدم اینا هر کسی تو جامعه خودش باید بدونه، هر کسی تو اون مملکت باید بدونه. این که پدر من چی فکر میکنه، این چی مادر من چی فکر میکنه اهمیتی نداره. من چی هستم در واقع، این چیزیه که من فکر میکنم همه آدمهایی که یه جوری حالا یک خانواده هایی داشتن که متفاوت بودن تو فضای بسیار قطبی ایران، باید از خودشون بپرسن. این که پدر شما بهاییه، این که پدر شما مسیحیه، این که پدر شما کلیمیه، این که پدر شما کمونیسته، مادرتون هست نیست، این اهمیتی نداره. شما چی میخوای باشی؟ این اول از همه از خود بپرسید.